گروه خوبی با هم هستیم. شما نصفشو میگی، نصفشم من میگم میشه. اینترنت ضعیف، اینو باز میشید. طول میکشه بخواست نیم. چی بذاشته بذاشت. باز نشد. سلام استاد. درود بر شما. حالت چطور عزیز؟ خوبی؟ بله خیلی ممنون استاد. مریم جان ممنون از مشارکتت. آفرین. ممنونم. شما خسته نباشید. سوال یک محبت میکنی عزیز؟ بله چشم. یکی در چک های زیر دو نفر نیروهایی برابر به یک جسم وارد می کنند. یک نفر آن جسم را حل می دهد و یک نفر نیز آن را می کشد. بعد نوشته پایینش توضیح دهید چرا این دو برابر، این دو بردار مساوی مساویان. ابی نداره رو جانه. حالا بعدش شما زحمت چکشید. بعدش خانم رو جانه بس کن. بله خب استاد، این اولی یکیش داره میکشه، یکیش هم داره حل میده. خب بعد اینجا میگه چرا این دوتا بردار با هم مساویان؟ مریم راسته هاشون مگه با هم یکی نیست؟ بله جهت هاشون هم مخالفن. آفرین. راسته هاشون یکیه، یعنی دارن افقی میکشن و حل میدن، جهت هاشون مخالفه اما اندازه هاشون با هم برابره، درسته؟ بله. حالا اگه اندازه هاشون با هم برابر نشه، همینی که راسته هاشون با هم برابره، من میتونم یه چیزی بگم. بگم این دوتا بردار با هم مساوی هن فعلا، در مورد اندازه نمیدونم، اما تقریبا اگر نگاه کنی برای اینی که مساوی بودن داره میگه چرا این دو بردار مساوی هن. شرط تساوی رو وقتی میذاره، یعنی تو انگار اندازه های اینا رو میدونی و میدونی این دوتا با هم برابرن. پس اونی که داره میکشه و اونی که داره هول میده دوتا بردار مساوی هن. دوتا بردار مساوی الان اینجا هم راستا هستن، یکی دیگه هم غیر مخالفن و هم اندازن. باریکالله. یکی هم راستا، یکی هم اندازن، اما جهتاشون با هم دیگه فرق میکنه. باریکالله خانم دست درد نکنه. آفرین. سوال دو تو کتاب یه اشکالی داره، من اینجا زدم تصحیح شود. سوال دو رو باید تصحیح کنید، کتاب اینجا رو مشکل داره. حالا اینو تصحیح کنید که میزون بشه. خب بفرمایید. سلام استاد. درود بر شما. خانم رژان ببخشید دیگه، حالا چون آره. خوبی عزیز؟ خانواده خوبم؟ بله خیلی ممنون. خب. استاد کجاش ایراد داره؟ بهت میگم الان بردار 4 تا 7 رو نگاه کن. چند تاییه؟ 4 تاییه. نه خود شماره رو نباید بشموری، فاصله شون رو باید بشموری. آها 3 تاییه. 3 تا به سمت مثبت یا منفی؟ به سمت مثبت. مثبت. اون 0 تا 3 رو نگاه کن، چند تا به سمت مثبته؟ 3 تا. پس اونم مثبت 3، درسته؟ بله استاد، همشون میشن مثبت 3. آخریه چی؟ ولی استاد یه مشکلی که داره، من فهمیدم الان اشتباهش کجاست. اون 4 تا 7 میشه مثبت 3، 0 تا 3 میشه مثبت 3، اون منفی 3 تا 0 میشه مثبت 3، ولی اون منفی 5 تا منفی 3 رو در اصل اونم باید فکر کنم میشد مثبت 3، ولی اشتباه کشیده. ببین وقتی بهت میگم باهوشی واسه اینجاش، یعنی حرفه‌ای. آفرین. پس منفی 5 رو یه دونه تو کتاب خودتون اضافه کنید، از منفی 6 بکشید که همگی با هم برابر بشن. ببین من اصلاحش کردیم. نه خب حالا شما زحمت بکش بگو چه ویژگی دارن اینا. بله استاد، اول از این که همشون تو یه راستان. آفرین. بعد اینکه جهتشون همگی یکیه، هم جهت هم هستن، هم جهت هم، و اینکه همشون در اصل یه اندازن. باریکالله. همگی هم اندازه، هم راستا، هم جهت هم. به این بردارها میگیم بردارهای همسنگ. همسنگ. همسنگ یا برابر. باریکالله. آفرین. آفرین که خودت هم مشکلی کتاب پیدا کردی و اوکیش کردی. ممنون از تو عزیز.
خب سوال بعد چون گفته رسم کنید، من رسمشو انجام میدم، شما نگاه کنید، بعد نفر بعد برای سوال بعد. ببین وقتی گفته بردار مساوی باید هم اندازه هم راست و هم جهت باشه، میبینی؟ برای سوال بعد، نفر بعد. سلام درود بر شما. خوبی عزیز؟ حالت خوبه آنایتا جان؟ ممنون، شما خوبی؟ بله متشکرم. وقتی صدای قشنگ شما رو میشنویم خوبیم، انرژی میگیریم. منم برات آرزو بهترین لحظات رو دارم. بریم ببینیم ممنونم. 4 تا بردار مساوی با اندازه دو واحد در جهت منفی. ببخشید من یه لحظه قطعا سال دو هستیم دیگه، درسته؟ آره عزیز، سال دو. ببین بله. 4 تا بردار میخوام اندازش دو واحدی باشه در جهت منفی، از منفی 5 تا مثبت 5 هر کدوم که دوست داری میتونی بگی. بله یه لحظه، مثلا یکیشو من بندازم نگاه کن، از من از تصویرم مثبت 5 تا مثبت 3 اندازش چقدر؟ مثبت 5 تا مثبت 3 دوتاست. منفی 2 دیگه. آفرین. به کدوم سمت؟ همشون منفی 2 هست. باریکلا به سمت آه. منفی هست، درسته؟ بله. پس دوتا به سمت منفی هست، پس میشه منفی 2. بعدی رو هم از ادامه این بریم دیگه، درسته؟ 3 تا 1 چی؟ اونم باز منفی 2. بعد بعدی رو شما بگو از کدوم بریم؟ از 0 تا منفی 2 میریم که نه میشه دیگه، باز منفی از, من از 1 بریم دیگه که جا کم نیاد. از 0 بریم تا منفی 2. خب آها میشه منفی 2 و از منفی 3 تا منفی 5 بازم میشه منفی. باریک الله. خب حالا اینا رو به من بگو چه ویژگی مشترکی با هم دارن؟ همراستان، همجهتن و هم اندازن. آفرین، همراستا، همجهت، هم انداز. باریک الله. ممنونم آنیتا جان. ممنون. بریم برن بر نفر بعدمون. بچه این سوال هم باید تصحیح بشه. بقیه دوستان هم مشارکت کنن. آی ایلیا بعدی این سوال هم تو کتاب اشتباهه، این هم باید تصحیحش کنید عزیزم. سلام استاد، خسته نباشید. درود بر شما. سال 3. درود بر شما خانم مریم. شما هم خسته نباشید مریم جان. سوال کتاب اشتباهه دیگه، باید تصحیحش کنیم. خب بگو. بعد هم اندازه نیستن. آفرین. حالا من اگه مثلا بیام یکی رو پیدا کنم، مثلا پی کیو رو وردارم درستش کنم، حالا پی کیو سبز رنگی که من اون پایین کشیدم، بله اون با چی الان برابره؟ استاد این با آبی با هم برابره، چون با هم همراستان و آفرین با آبی برابره. آفرین به خانم روجان که ایشون هم اشاره کردن. خب به من بگو ببینم اگه کائلم وردارم اینجوریش کنم، یعنی نارنجی کائلم درستش کنم، خانم روژانم گفت، حالا با کدوم یکی؟ با یه دقیقه صبر کنید دوست، این با ای و اف با هم برابر میشه. کائلم با ای اف، پس اینم باید تصحیحش کنیم چون کتاب اشتباه کرده. پس دو تا بردار که با هم برابرن باید هم راستا هم اندازه هم جهت باشن. مریم عزیز دست درد نکنه، ممنونم. لطف کردی، متشکرم. نفر بعد. بقیه دستتون رو بیارید بالا، داوطلب بشید. تو سوال قبلی که گفته بود همون بردار های مساوی رو پیدا کنید، ام و ان و سی و دی مون ام ان و سی دی، نه دیگه برابر نیست، ما دو تاشو خودمون درست کردیم، اوکی کردیم دیگه. بقیه رو اگه میخوای اینجوری بشه بعد درست شه. نه آره کلا تفکر مؤلف این بوده که مثلا دو تا سه تا بردار مساوی پیدا کنه، همه رو نمیخواسته، ولی خب اشتباه کرده کلا تو اندازه ها و مقادیر اشتباه کرده و کارو خراب کرده. حالا شما میتونی به جای این دو تا دیگه در نظر بگیری، هیچ فرقی نمیکنه. خب بل. بریم برای فعالیت عزیز. بله استاد بخونم. بله محبت میکنی. پس بله گفته
فعالیت سال اول، شخصی از نقطه A به نقطه B رفته است، حرکت او را با یک بردار نشان دهید. اگر این شخص از نقطه B به نقطه A برگردد، حرکت دوم را نیز با یک بردار نشان دهید. راستا، اندازه و جهت این دو بردار را با یکدیگر مقایسه کنید. آیا این دو بردار قرینه یکدیگرند؟ چرا؟ مجموع حرکت این فرد چقدر است؟ استاد، اونجایی که گفته، یعنی گزینه اولش که گفته شخصی از نقطه A به نقطه B رفته است، حرکت او را با یک بردار نشان دهید. استاد، ما باید بیایم از اون بی بکشیم به سمت A، یعنی اون سر فلشمون بخوره به A. خب حالا ببین، برعکس دیگه، گفته از نقطه A رفته به نقطه B، پس مبدأ تو پس از A باید بیاد، ببخشید، از A میاد به B، مبدأ A سر پیکان بخوره به B. خب حالا بله، بعد گفته اگر این شخص از نقطه B به نقطه A برگردد، حرکت دوم را نیز با یک بردار نشان دهید. استاد، از B باید بکشیم که سر فلشمون بخوره به A، یعنی باریک. B مبدأ، A مقصد. باریکالله. حالا بله. راستا اندازه جهت این دوتا بردار با هم مقایسه کن. بله استاد، راستاشون اول جهتشون که یکی نیست، چون که اونی که کشیدیم از A به B داره میره سمت راست، ولی اون B به تا A داره میره سمت چپ، پس جهتشون یکی نیست، ولی اندازهشون یکیه، چون که کلا فاصله A تا B یکیه. حالا فرق نداره ما از A بریم به B یا از B بریم به A، راستاشون هم استاد فکر کنم یکیه، درسته؟ بله، راستا برابر، اندازه برابر، اما جهت ها مخالف هم. بله، آفرین. بعد گفته آیا این دو بردار قرینه یک دیگرن؟ چرا؟ استاد، قرینه هن خب کنم، چون که یه لحظه استاد، چون که یعنی بعد از چون که هم اندازن، ولی خب در جهت مخالف هم، ولی هم اندازن. باریک الله، علتش فقط همینه. چرا؟ چون هم اندازن ولی جهتشون با هم دیگه فرق. خب بله، بعد گفته مجموع حرکت این فرد چقدر است؟ استاد من فکر کنم صفر، چون که وقتی که از B رفته به A، بعد از A هم رفته به B، در اصل تکرار کردیم، مجموع حرکتشون به نظر من صفره. درسته، نظر شما درسته، حتما هم همینه. شما یه داستانی رو تو علوم نهم میخونید، حالا من اینو یه بخشش رو بهتون بگم. تو بله استاد، من صدام رو قطع کنم. آره دست درد نکن روژن جان، عالی بود، مثل همیشه عالی. تو علوم نهم یه بخشی رو میخونید به نام مسافت، علوم نهم فصل 5، فصل 4. یکم جا به جایی. خب بچه ها، جا به جایی الان من برم برگردم اصلا انگار جا به جا نشدم. جا به جایی بعد ازش اینو بپرسی، قبلا کجا بودی؟ الان کجایی؟ خب این میشه جا به جایی. برای مسافت باید اینو ازش بپرسی، الان رفتی، بعد رفتی، آخرش اومدی، پس تو اینقدر مسافت رو طی کردی. مسافت به معنی که شما شروع کنی به حرکت، مسافت شروع میکنه به حرکت کردن، یعنی شروع میکنه به اندازه گرفتن. اما جا به جایی سب میکنه ببینه شما همونجا برمیگردی یا نه. اگه این الان 10 تا رفته باشه، 10 تا بیاد، مسافتش میشه 20 تا. خب اما جا به جاییش میشه 0 تا، یعنی 10 تا رفته، 10 تا اومده. چون 10 تا بره میشه مثبت، 10 تا برگرده میشه منفی، در نهایت میشه هیچی. خب بریم بر نفر بعد. بچه ها دستاتون رو بیارید بالا، داوطلب بشید که اهل. ممنونم، شما خسته نباشید. خب عزیز جان، سوال تو رو محبت میکنی؟
بله چشم. سوال دو میگه که با توجه به نیروهایی که به جسم زیر وارد میشوند و همچنین بردارهایی که با هم قرینند مشخص کنید. جسم به کدام سمت حرکت میکند؟ دلیل خود را توضیح دهید. استاد توی شکل قرمز اول این کسی رو بگم که اول مثلا هر شکلی که مثلا جهت بیشتری اندازه بیشتری داشت یعنی به اون سمت داره حرکت میکنه. آفرین. اما وقتی هر دو با هم برابرن چی؟ استاد من اینجا رو قاطی کردم اینجا نه نمیدونم. وقتی دوتا بردار با هم برابرن هر دو دارن به یه اندازه میکشن، این نمیره این طرف، نمیره این طرف، سر جای خودش یعنی باستاده. باریکلا، یعنی سر جای خودش میمون. ما به اینو میگیم نیروها یکدیگر را خونسا کردن، عمل یکدیگر را خونسا کردن. به چی؟ دومیه که از شکل آبیه. بله تو شکل آبیه. بله شکل آبیه دوباره عمل خونسا کردن رو ایجاد کرده، چون با هم برابرند و تو یک نقطه دادن. تو شکل زردم داره به بالا حرکت میکنه استاد، توی این جایی که من میبینم تو کتابم. نه 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 نه، اونا هم جفتشون با هم برابر، پس اونم حرکت نمیکنه. نمیکنه. آره استاد، ولی من اینجا اندازه گرفتم، حالا شاید نه اشتباه برابر نباشه. نه اشتباه چاپی کتابه. کلا اینجا تو این تمرین حرفش اینه که نیروهایی که عکس عمل یکدیگر خونسا کنن، پس عملا اون جسم حرکتی نمیکنه. اصلا اینو میخواد بگه. در جریان باشه. ممنونم عزیز، دست درد نکنه. ممنونم، بریم بر نفر بعد. نفر بعدی. سلام استاد. درود بر شما ارادت. بریم ببینیم چه خبره. چه خبر ایلیا جان، خوبی؟ ممنون مرسی. آه ایلیا جان، همیشه داوطلب بودی، چرا داوطلب نیستی امروز؟ خسته ای؟ نه یه خود سوالات خیلی سختی داره. ابی نداره، یه موقع هم میبینی سخته بیا مشارکت کن با هم حلش میکنیم. دیدی که همیشه اینجوری بوده. هلیا جان، الان شما چپ و راست و بالا و پایین رو داریم میبینی، درسته؟ به اون بله. بردار کجه نگاه نکن، هم اندازه بردار سمت راست یه دونه سمت چپ دیگه، این دوتا هم دیگه رو چی کار میکنن؟ قطع میکنن، خونسا میکنن. ببین الان این میخواد بکشه این ور، این هم میخواد بکشه این ور، اصلا چپ و راست نمیشه، درسته؟ ثابت میمونه، درسته؟ آفرین. بالا و پایینه چی؟ اونا هم اندازه همن، درست؟ بله بله. اونا هم همدیگه رو خونسا میکنن. یعنی اگه این بردار پنجمی اون کجه نبود اصلا این جسم تکون نمیخورد، سر جاش میمون، درسته؟ بله. حالا اینا اگه همدیگه رو خونسا کنن، اون یه دونه برداره که داره به سمت جنوب شرقی میکشه، پایین و راست میکشه، اون زورش میچربه یا نه؟ اونی که کجه؟ آره 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 آره. نمیدونم. میچربه. بگو چرا؟ چرا؟ چون چپ و راست هم دیگر خونسا کردن، بالا پایین هم دیگر خونسا کردن، نیروی نیست که بتونه نیروی این بردار رو خونسا کنه، پس جسم شروع میکنه همجی کج حرکت میکنه، میبرتش. آفرین. پس اگه گفته جواب این الان بده، گفته به کدوم طرف حرکت میکنن؟ به طرف راست دیگه. آفرین. راست و پایین که میشه جنوب شرقی. شرقی. باریکلا. چرا؟ چون که بالا پایین همه که خونسا شدن، این دیگه میتونه راحت اینا رو خیلی آفرین درست حرکت بده، راحت حرکت بده، راحت و خیلی عالی. چرا؟ چون برداری قرینه با این وجود نداره که انجامش کنه. عالی، دست درد نکنه. ممنون از تو هلیا جان، خواهش میکنم عزیزی. آفرین. بریم بر نفر بعدی. سلام مجدد استاد. ایرادی نداری سوالایی که مثلا من براشون، یعنی صدا من باز نمیشه جوابشو تایپ می نویسم؟
نه اشکالی که نداره، ولی اگه بتونی سوال و جوابشو به اون بگی خیلی بهتره، چون هم برای خود زحمت هم برای ما، یه موقع حالا نبینیم درد سرم میشه، ولی دست نه درد منظورم اینه که مثلا موقعی که خودم نوبت منه، بله اونا که خودم میگم، ولی مثلا غیر اونم تایپ بکنم. نه 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 اتفاقا این سوالایی که داری جواب میدی چون چت خصوصی من دارم میبینم الان زحمت کشیدی، پس چی اسمو نوشته بودی در راستای افقی نوشته بودی، دستت هم درد نکنه. نه عالی، دست درد نکنه، ولی باز اینجا باشه بهتر. بله سوال بعدی گفته با توجه به اندازه بردارهای نیرو که با طولهای مختلفشان داده شده است، توضیح دهید که جسم به کدام سمت حرکت می‌کند. استاد من اول اون آبیه رو میگم که چهار تا جهت داره که چپ و راست و بالا پایینه. بعد استاد نیروی چپ و راستش قرینن، پس یکدیگر رو خونسا میکنن چون که قرینن. بعد نیروی پایینم به نیروی بالا یعنی غلبه داره، یعنی که زورش بیشتره، پس به خاطر همین جسم به سمت پایین حرکت میکنه. باریکالله. این برای آبیه. قرمزه چی؟ قرمزه نیروی پایین، یعنی نیروی یه دونه بالا داره یه نیرو بالا داره یه نیرو پایین، نیروی پایین قوی تره، پس جسمم به سمت پایین حرکت میکنه. سبزم نیروی یه چپ داره یه راست، بعد نیروی راست قوی تره، پس جسم به سمت راست حرکت میکنه. باریکالله باریکالله. ممنون از خانم مریم که داره مینویسه. پس آبی پایین، قرمز پایین، سبز هم به سمت راست. ممنون از خانم روژان، عالی بود، دست درد نکنه. این نظیر بریم برای نفر بعد. خسته نباشید. ممنون از شما. بله بله ممنونم، بفرمایید. سوال دو مریم جان. بله چرا؟ اینکه با توجه به شکل‌های زیر شش ضلعی منتظم و متساوی وزنا برای بردارهای قرینه را نام ببرید. توی این لوزیه میگیم که آبی با هم قرینه متوازی الاضلاع. مریم جان یه شکل ضلعی منتظم، خب حالا گفته بردارهای قرینه رو نام ببرید، بگو اینا کدوم هست. بله من داشتی برای لوزی میگفتیم آبی با دیوسی با هم برابرن. آها بردارهای نه 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 حالا گوش کن، ابتدای بردار رو باید بخونی، باید بخونی دی آ بی سی، نه باید بخونی آ دی. آ دی یعنی یه بردار سرتاسر برعکس، الان از دی اومده به آ. خب ممنون از روژان عزیز که داری می نویسی. یکیش دی آ با بی سی، بی سی آفرین. دیگریش آبی، آبی با سی بی. اینجا هم اشتباه تایپی ما، آبی نه دیگه درسته دیگه، آبی با سی دی، سی دی درسته. بله درست. بعدی توی شیفتی میگین که آبی با آی با هم برابرن. آبی با کدوم؟ دی ای، دی ای با هم برابرن. خب آفرین. دیگه چی؟ و اف آ با سی سی دی با هم برابرن. اف آ با دی سی با هم برابرن. بله همون سی دی با هم برابرن، ببخشید سی دی. خب آبی هم که گفتی با دی ای. بعدی بعد بی سی با اف ای با ای اف با هم برابرن. با هم برابرن باریکلا. پس اینا هم با هم دیگه. خب دست درد نکنه. ممنونم. بله متشکرم مریم جان، محبت کردی. بریم برای یعنی سه تا خانوم ها فقط دارن میچرخونن کلاس ها. خب بخونم استاد. آره آره محبت کنید عزیز. در شکل زیر نیروی وزن جسم با یک بردار مشخص شده.
نیرویی را که به زمین به جسم وارد می کند باید بردن نمایش دهید. چرا جسم روی زمین می ماند و حرکت نمی کند؟ خانم میگم خانم ببخشید. نه اشکال ندارم. به نظر من چون نیروی زمین برابره، بعد جسم در جهت مخالفش خونسا میکنن هم دیگر. خب حالا ایتا جان یه جسم دارم، این اگه زیرش صفحه نباشه میفته زمین دیگه، درسته؟ بله. اما اگه مثلا بزنش روی صفحه روی میز، این میمونه پایین نمیره. یه نیرویی از سمت زمین داره اینو به سمت خودش میکشه که بهش میگیم نیروی چی؟ جاذبه. آفرین، یا نیروی وزن. از اون طرف این تو زمین فرو نمیره، تو این میزه فرو نمیره. یه دلیلی که داره یه نیروی خلاف جهت هم اندازه و عرضم به حضور شما هم راستا داره بهش وارد میشه که بهش میگیم نیروی عمود بر سطح. این هم نهم میخونید، علوم نهم میخونید. این نیرو باعث میشه تو میز فرو نره. اما چرا تو ابر فرو میره؟ اما چرا تو ابر مثلا من یه جعبه رو بزنم رو ابر فرو میره؟ چون اون جعبه وزنش از سطح ابر بیشتره. به خاطر چی بیشتره؟ وزنش نسبت به اون ابر بیشتره. نه 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 نه، یه چیزی دیدی وقتی روی ابر فشار میدی فشرده میشه؟ آها، ابر مولکولاش اونقدر هم نزدیک نیستن، وقتی فشارش میدی تازه جمع میشن. باریک الله. نیروی عمود بر سطح. آها میگه گفتی عمود بر سطح توضیح دادی خام روشن. دست درد نکنه که گفتی. نیروی عمود بر سطح نیرویی که باعث میشه این نره تو بمونه. اما بستگی به مقاومتش هم داره. اگه میز چوب فلز باشه نمیذاره بره تو، اما ابر چون بین مولکولاش اونجوری که باید نزدیکی نیست، یه فاصله ای داریم، حالت فیبری داره، پس با این فشرده شدن تازه اون مولکول‌ها به هم نزدیک میشن. انقدر که نزدیک بشن، بعد که نزدیک به حد اکثری رسید، از اونجا باید شروع میکنه فشرده شدن. آفرین. پس نکته‌ای که وجود داره اینه، چی اسمی که روی میزه روی سطح پایین نمیره، چون داره از سطح هم بهش نیروی خلاف جهت هم اندازه هم راستا وارد میشه. حالا حرکت نمیکنه به خاطر اینکه این دوتا هم دیگر رو خونسا میکنن. الان چرا چپ و راست نمیره؟ چون به اون سمت هم کشیده نمیشه، هیچ نیرویی بهش وارد نمیشه. باریکالله، چون از طرف نیروی بهش وارد نمیشه، نیروی وزنه که مخالفش عمود بر سطحه. دست درد نکنه آنه. آفرین، چه خوب متوجه میشی و چقدر خوب توضیح دادی. آفرین، عالی بود. شش سریه این دو به دو با هم گرفتیم، نگاه کن، قرمزا با هم آبیا با هم مشکیان با فهمیدی عزیز؟ بریم. خب نفر بعد سوال دو. استاد سوال سه رو من توضیح بدم؟ بله بله، اگه محبت کنی. بله چشم. میگه که اگر شخصی در نقطه آ ایستاده باشد، باید سه واحد به سمت شمال و سپس چهار واحد به سمت شرق برود تا به بی برسد. اگر شخص دیگری از همان نقطه آ چهار واحد به سمت شرق و سپس سه واحد به سمت شمال برود، به کدام نقطه میرسد و چرا؟ خب بعد ما میایم اول اینا رو انجام میدیم، میگیم که اگه از نقطه آ سه واحد بیاییم بالا، سه واحد میاییم بالا، سه واحد به سمت شمال، یعنی سه تا بریم بالا. خب و سه تا میاییم راست، بخش چهار تا میاییم راست یا همون سمت چپ؟ نه چهار تا راست. خب بله،
تا به بی برسیم و دوباره سه. این گفتی چی؟ نه دیگه الان گفته پنج تا به سمت جنوب. بله پنج. خب استاد گفته پنج تا به سمت جنوب. اینجا من اشکال چیز نوشته، برای من چهار باید به سمت شهر. خب حالا نمیدونم اولش اولش سه باید به سمت شمال بود درسته؟ بله. بعدش چهار باید به سمت شرق. بله. بعدش پنج باید به سمت جنوب. بله پنج تا میاییم جلو و بعدش در انتها گفته دو باید به سمت غرب. اینم دو واحد به سمت، بله دو واحد میایم به سمت غرب و میرسیم به نقطه. استاد بخشید این کتاب من یکم مشکل داشت، به جای پنج نوشته بود چهار. جدی؟ حالا پس با ما فرق میکنه، پس درستش کن. سه واحد شما باید باشه مریم جان، چهار واحد شرق، پنج نه پنج واحد به سمت جنوب. هوا مرسد هم درس دو واحد به سمت غرب. خب ممنون از خانم مریم، دست درد نکنه. مریم سوال پایینی رو داری میخونی یا؟ پایینی زده چهار واحد به سمت شرق. سوال مگه این سوال سه نیست؟ سوال دو بود دیگه. سوال دو بود دیگه. آره دو بود دیگه. آره این دو بود. بگردم این سه، سه رو بخونی. نه الان سه رو بخون، الان سه رو بخون. بله میگه که اگر شخصی در نقطه آ ایستاده باشد باید سه واحد به سمت شمال و سپس چهار واحد به سمت شرق برود تا به بی برسد. اگر شخص دیگری از همان نقطه آ چهار واحد به سمت شرق و سپس سه واحد به سمت شمال برود به کدام نقطه میرسد و چرا؟ ما اول میایم میگیم که از نقطه آ سه تا میایم بالا و از همون سه تا نقطه که اومدیم بالا چهار واحد میایم به سمت راست. بعد از چهار واحده میایم سه تا به سمت پایین یا همون اسمش جنوب و بعدش چهار واحد بعدش دوباره چهار واحد به سمت شرق. مریم میخواد بگه چه بری بالا بری راست، چه بری راست بری بالا، چون دو تا مسیر مختلفه اما اندازه های بردارها جهتشون با هم هم یکیه، عملا هیچ تفاوتی نمیکنه. الان من از مسیر قرمز برم به بی میرسم، از مسیر سبز هم برم به بی میرسم. باریکلا تفاوتی میکنه؟ نه استاد دو اشیداله آفرین وقتی کردم تو طالب دوسته رو اشکال نداره. وقتی بردارها مسافت های مساوی رو طی کنن عملا با هم دیگه برابرن. متوجه شدی عزیز؟ بله استاد دو اخشید. من شنبه امتحان ریاضی دارم، به نظرتون من عادت ریاضی رو کار کردم ولی ریاضی و من باز نمونه سوالای شما رو هم حل کردم ولی یه چند تا مشکل دارم تو کتاب مبتکران. آها من نداره تو تیوی بفرستم. آره آره زحمت بکش، امروز که کارمون تموم شد اگه فرصت شد سر کلاس بودیم. هلیان برای من نوشت سوال دارم، اگه سر کلاس بودیم از خودم بپرسید براتون حل میکنم، اگر فرصت نشد بعد که تموم شد زحمت بکشید برای ما بفرستید، حل میکنیم براتون میفرستیم. بله تو توضیح میدیم که چگونه حل میشه. آره خب بریم برای سوال بعد. استاد سوال بعدی گفته بله. اگر شخص از نقطه A دو واحد به سمت غرب حرکت کنن با چه حرکتی به نقطه A میرسن؟ حالا اگر شخص از نقطه A سه واحد به سمت شرق و دو واحد به سمت جنوب برود با چه حرکتی به محل اول خود برمیگردن؟ استاد برای اونجایی که گفته که اگر شخص از نقطه A دو واحد به سمت غرب حرکت کند با چه حرکتی به نقطه A میرسد، میشه دو واحد به شرق، یعنی اگه دو واحد به شرق حرکت کنه به نقطه A میرسه. باریکالله. پس همون قضیه که رفته به غرب برگرده بیاد شرق. برای پایین بله. چی؟
بعد برای پایینیش برای اینکه یعنی بعد 3 واحد به غرب بره و 2 واحد هم به شمال که به محل اول خودش برگرده. شرق رفته بوده به غرب میره، جنوب رفته بوده به شمال میره. بالی کردن بله. استاد من میتونم سال بعدی هم بگم؟ سال بعدی هم بگم. بله چرا نمیتونی بگو. سال بعدی گفته قرینه جهت شمال چه جهتی است؟ استاد میشه جنوب. باریکلا میشه جنوب. بعدی گفته قرینه جهت شرق چه جهتی است؟ غرب. قرینه جهت شمال شرقی چه جهتی است؟ جنوب غرب. باریکلا باریکلا، دست شما درد نکنه. ممنون. خب وقت شد، دستتون درد نکنه، عالی هستی. ممنون خانم بروسان که زحمت میکشی، خانم مریم ممنون که زحمت کشیدی، خانم هلیا ممنون، بنو و خانم آناییتا ممنون، همگی عالی هستید. حالا به نوبت هر که سوال داره صداشو وصل کنه، من سوال رو جواب بدم. وقت داریم. جوابم اگه بهتون نگم یه مسیری بهتون میگم که خودتون برید به جواب برسید. بپرسید. استاد شیر صفونه سوال بیارم اینجا میشه من میکروفونم رو قطع کنم تا سوال رو از بله کتاب... حتما آره سوالتون پیدا کنید بعد صداتون رو وصل کنید. الیا جان بگو عزیزم. سلام استاد. درود بر شما. بگو عزیز. خب میگه منبع آب به شکل استوانه است که شعاع قاعده آن 0.8 متر و ارتفاعش 2 متر است. این منبع چند متر مکعب آب میگیرد؟ خب وقتی بهت میگه چند متر مکعب آب میگیرد، پس من این سوال رو بنویسم، چند متر مکعب آب میگیرد. وقتی به شما اینو میگه یعنی دنبال حجمه، یعنی دنبال گنجایششه، درسته؟ بله بله. خب حالا زحمت بکش یه بار دیگه به من بگو ارتفاع چقدر میده؟ منبع به شکل استوانه که شعاع قاعدن 0.8 متر و ارتفاعش 2 متر. استوانه این 2 متر، ارتفاع شعاع قاعده 8 متر. سوال کتابه، درسته؟ بله بله. بعد حالا میخوام ببینیم چقدر آب میگیره. هلیا جان تو این جور سوالا باید بری دنبال حجمش. حجم V مساوی S H. V مساوی S H. خب حالا V رو ندارم، میخوام ببینم چقدر آب میگیره. مساحت قاعده در استوانه چون همیشه من میدونم قاعده دایره‌ای دارم استوانه، همیشه میدونم قاعده دایره‌ای دارم، مساحت دایره اس دایره میشه چی؟ میشه شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی. باریکلا. یعنی میشه پی آر 2. قبول داری؟ بله. کف استوانه یه دایره است، مساحت قاعده ضرب در ارتفاع باید بشه. پس فرمول خوشگلی که ما برای استوانه استفاده میکنیم اینه پی آر 2 اچ. تا اینجا فهمیدی؟ بله. فقط اون اچ میدونی میگید بهم چیه؟ اچ ارتفاع عزیز. آها آها بله. همیشه ما تو ریاضی ارتفاع رو با اچ نشون میدیم، شعاع قاعده رو با آر نشون میدیم. خب بله. حالا بریم جای گذاری کنیم. V مساوی عدد پی رو که نداریم فعلا باشه. آر چنده؟ 0.8. نگاه میکنم هلیا جان میبینم اینجا متره، اینجا هم متره. احتمالا تو خیلی از سوالات بخوام بچه ها رو اذیت کنن، یکیشو متر میدن یکیشو سانتی متر. اینجا سازگاری یکه ها وجود داره، یعنی هر دوشون مترن، درسته؟ بله بله. پس از این به بعد ما مشکلی نداریم، فقط همیشه حواسمون باشه به این که این شاید یه نکته توش باشه. خب آر به توان 2، یعنی قبول داری من باید این 0.8 به توان 2 برسونم و بعدش تو 2 ضرب کنم؟ آه بله. خب چون 2 V مساویه عدد پی 3.14، قبول؟ بله بله. 0.8
من بازش میکنم. 8 8 تا 64 تا، 10 10 تا 100 تا، میشه 64 صدوم. صدوم درسته؟ بله. ضرب داره دو میکنم. دو. شما جوابی که الان برای این به دست میاری همونیه که میزان حجمو باید مشخص کنه. دیگه ساده یعنی کردنش اون... کاری نداره. میخوای ساده هم یعنی... بکنم تا میتونم برات. آه مرسی. ببین 314 صدم رو اینجوری مینویسی. این 64 به 100 جفتشون میتونن مثلا به 4 ساده بشن. خب به 4 ساده بشن صورتش میشه 16، این به 4 ساده بشه میشه 25. از یه طرف این 2 با این 3 هم با این صده هم ساده میکنن، اینجا میشه 50. قبوله؟ پس میشه 314 50 ضرب داره 16 25. بعد دیگه حالا این کاری نداره دیگه، اینو ضربش کن، صورت تقسیم بر مخرج کن، هر چقدر که بهت بده میشه حجمش دیگه. حالا چون یه ضرب ساده است دیگه خودت میتونی انجام بدی. بعد این این جعبه که در میاد میشه اون مقدار آبی که تو اون مقدار آبی که جام میشه توش. آره عزیز، اینجا متر بوده دیگه، درسته؟ آه بله بله. اینم متر بوده، متر در متر در متر بله. میشه متر مکعب. اونم از ما خواسته بود چند متر مکعب که همین جوابت. اگر گفته بود چند لیتر تهش باید ضرب داره هزارش هم میکردی، چون هر یه دونه متر مکعب 1000 لیتر. فهمیدی عزیزم؟ بله ممنون. خواهش میکنم موضوع خواهد باشی. ممنون. خواهش. سوال بعد که سوال داره دست بالا. بله خانم بپرسید. من دو دارم میتونم بپرسم. آره عزیزم، ده تا هم بخوایی میتونی بپرسید. بفهم استاد، من حالا چون یه ذره توی دستم به دست اون عدد توان مشکل داشتم، یه نمونه سوال هست. گفته حاصل عبارت مقابل رو به صورت عدد تواندار بنویسید. بعد استاد عبارتش اینه: 2 به توان 7 ضرب داره 12 به توان 11 ضرب داره 18 به توان 7 ضرب داره 3 به توان 11. خب روژان جان بیایم ما دوتا دوتا اینا رو با هم بگیریم. اینایی که تواناشون با هم برابره یه جا بگیرم، اینایی که تواناشون هم 11 یه جا بگیرم. اشکالی داره؟ خب عزیز، الان بین 2 به توان 7 18 به توان 7، یعنی بذار اینجوری برات بنویسم. استاد تواناش مشترکه، یکیشو مینویسم چون بله بعد ضرب میکنم. پایه ها رو تو هم ضرب میکنم. باریکالله. اینو بذارش کنار. بله بریم سراغ اون یک. اینجا چی؟ 12 به توان 11. خب استاد میشه 36 به توان 11. باریکالله، اینم شد 36 به توان 11. اینم بذاریمش کنار. در نهایت اینا رو بیاریم پیش هم. 36 7 36 11. حالا دوباره پایه ها برابرن، این دفعه توان ها رو با هم درد کن جمع میکنی. جمع میکنی بس. یک از 36 رو می نویسم میشه 36 به توان 18. باریکالله، خیلی حرفه‌ای بلدی. دو تا قانون مهمه که تو جفتشو بلدی. بعد استاد یه سوال دیگه هم که داشتم، اگر میشه اون 5 تا ویژگی که گفتید باید بردارها داشته باشن یه دور دیگه بگید. بروی چشم. خب من میخوام بردار بزنم، یه پاره خط جهت دار باید باشه، یعنی باید معلوم بشه از کجا میخواد کجا بره. 5 تا ویژگی گفتم که باید بردارها داشته باشم. یکیشون اینه که ببینم شما الان بخوای از خونه بزنی بیرون، مثلا بری تا سر کوچه برگردی، مبدأ مشخص بوده یا نه؟
بله، یعنی مبدأمون آفرین، خونه است. منزل بوده دیگه، یعنی شما وقتی از منزل رفتی بیرون مبدأت اونجا بود. 3 4 5 پس مبدأ منزل بوده. اولین چیزی که من میخوام اینه که از یه جا شروع کنم به حرکت. ببینم حالا وقتی شروع میکنی به حرکت، تهش قراره یه جایی برسی دیگه، درسته؟ بله. اون جایی که شما میرسی بهش میگی مقصد یا قسمت انتهایی بردار، درسته؟ بله. به مبدأ ابتدایی بردار، به مقصد انتهای بردارم میگی، درسته؟ بله. خب عزیز جان، شما از نقطه آ میخوای حرکت کنی بری به سمت نقطه بی، پس یه ابتدا یه انتها. حالا من اگه اینا رو به هم وصل کنم راستا ساخته میشه. ما 3 جور راستا داریم، یا راست عمودی، یا افقی، یا مورب، درسته؟ بله. این کدوم یکیشه به نظرت؟ اون راست افقیه. اگر شما این یه ذره موربه دیگه، ببین مثلا آ پایین تر از بیه. بله. مورب. ببین اگه حرکت خودت رو روی زمین وقتی داری راه میری رو مقایسه کنی، یه راست افقی میبینی با موشکی که داره به سمت فضا میره، اون میشه راستای عمودی، و یا هواپیمایی که داره تکاف میکنه اون میشه راستای مورب. حالا شما الان یه مبدأ داری، یه مقصد. حالا من یه اندازه رو دارم طی میکنم، یعنی بالاخره یا 10 کیلومتر یا 20 کیلومتر، کم یا زیاد بالاخره 2 قدم، 10 قدم، 2 متر، 100 متر، این اندازه باید معلوم باشه دیگه، درسته؟ بله. پس یکی دیگه هم که من دارم اندازه است. اندازه یعنی واحد، کاری هم به جهتش ندارم. من میگم آقا این 3 این 2 این 5 هر چی که هست، من کاری به اندازش به جهتش ندارم، فقط اندازه رو میزنم. خب اینم شد ماله. حالا یکی دیگه از خواصی که باید بردارها داشته باشن اینه که جهتشون معلوم باشه. اینه که شما الان اینو میزنی، پس اینجا راست دارم بزنم، این جهت هم مهمه. نمیتونی بگی آقا این هم این طرفی داره میره، هم این طرفی داره میاد. به خاطر این ما یه طرف بردار رو فقط نقطه میذاریم، یه طرفش رو پیکان، که جهتش حتما معلوم بشه. پس جهتش هم این. از اینجاست که وقتی یکی از شما بپرسه مثلا رفتی تا بقالی اومدی چجوری رفتی، میگی من 30 قدم در جهت شرق رفتم، مثبت ها رفتم، بعد 20 قدم رفتم خونه دوستم در جهت جنوب، بعد 10 قدم برگشتم مثلا به سمت غرب، بعد دوباره 5 قدم مثلا رفتم بالا. این اندازه ها و جهت ها هست که به شما میگه چقدر به کدوم سمت حرکت کردی. پس این 5 تا ویژگی رو باید داشته باشه. مبدأ. بله استاد، خیلی ممنون. خواهش میکنم. اندازه ممنون. جهت راست. خواهش میکنم. بله مریم جان بگو. استاد ببخشید. من این سوالی داشتم. حالا توی همین کتاب مبتکران و نمونه سالهای معلم مثلا میگه که حالا از روی این کتاب که میگم حجم مثلا حجم مساحت، حالا مساحت مکعب را با عبارات جبری نشان دهید. من این رو قاطی میکنم که باید این رو چجوری نشون بدم و مساحت یا حجمش. مریم جان حالا این گفته مساحت، ولی گاهی اوقات حالا هرچی باشه حجم هم میاد. خب چشم. ببین عزیز، من یه مکعب اینجا دارم. خب وقتی میگه با عبارت جبری، شما باید یه متغیر به من بگی. یه متغیر به من بگو، مثلا آ ایکس ایگرگ، یه چیزی متغیر به من بگو. حالا استاد خودتون هر چی دوست داشتین بزن. من فرق نمیکنه، فقط اینو بذارم مربعش کنم. هر کدوم خودت دوست داری یه دونه متغیر به من بگو. مثلا
حالا بی باش. بی. اینو فرض کنید یه مکعبه. خب؟ وقتی شما داری میگی بی، چون گفته مکعب، نگفته مکعب مستطیل، گفته مکعب، من میدونم مربع‌ها اومدن مکعب رو ساختن. قبوله؟ بله. یعنی اینجا شما میگی بی، اینجا بی، اینجا بی، اینجا بی. چرا همه رو دارم بی میذارم؟ چون مکعبه. مکعب از مربع ساخته. باریکلا. حالا وقتی بهت میگه حجمو به دست بیار، مریم جان، حجم مکعب میشه یک زن ضرب در خودش، ضرب در خودش. الان یه استاد این حجم مکعب رو میگین؟ این میشه حجم مکعب. آره. پس چیه که میگه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع؟ اون حجم مکعب مستطیله که اینا با هم فرق میکنه. یکیش طوله، یکیش عرض، یکیش ارتفاع. حالا تو مکعب چون همشون با هم برابرن، پس شما بی در بی در بی، سه تا بی رو تو هم ضرب کنی میشه این بتوان یک، یک یک میشه بی بتوان. آره کلا. این شد حجمش. اینو فهمیدی؟ بله استاد. مثلا حجم مثلا اگه مستطیل هم باشه، مثلا حالا مستطیل هم باشه صف. آره آره مثلا یه بی سی باشه میشه وی برابر با آفرین. این آ، این بی، این سی، میگی وی مساویه با آ طول عرض ارتفاع. بله. من بله. خب. بخشید استاد، من فرمولا رو با هم قاطی کردم. توی این چیزا. سب کن. من مساحتم بهت بگم. برای مساحت، مساحت رو که باید با اس نشون بدی. خب. حالا تو مساحت شما اول بیایید مساحت یه ضلع رو حساب کن. یه وجهش مگه مربع نیست؟ طولش بیه، عرضش هم بیه دیگه، درسته؟ پس مساحت یک وجهش میشه بی در بی که میشه بی به توان دو. قبول داری؟ بله. این مساحت یه وجه. حالا یه مکعب مستطیل چند تا وجه داره؟ چهار تا دورشه، دو تا هم بالا پایینه. بله. درسته؟ یه مکعب مستطیل یک، دو، سه، چهار تا دورشه، یکی بالا، یکی پایینه. پایین. پس اگه اینو بشماریم، میبینیم این مکعب ما که همه ابعادش هم با هم برابره، همه وجه با هم برابره، حتما شش وجه داره. پس اس کل میشه شش تا، اونجا چی بود؟ بی دو. بی دو میشه شش بی دو. اینم از مساحت کلش. استاد من این فرمولا رو قاطی کردم توی فصل شیش، مثلا در بارد مثلا حجم استوانه و اینا رو با هم قاطی کردم. خب الان یه بار برد می نیستم که حالا عکسش هم داشته باشی حفظش کن. خوبه. خیلی ممنون. اولی تعداد وجه های جانبی رو اگر ضرب در دو کنی بهت تعداد رؤوس منشور رو میده. خب این یکی. شما گفتید اگه ضرب در سه بکنیم چون تعداد یال ها رو ضرب در دو میکنیم. نه، اگه ضرب در سه کنی یال میده. تعداد وجه های جانبی رو
اگه ضرب در 3 بکنی بهت تعداد یال های من شروع میگه. خب شماره 3، برای حجم منشور مساحت قاعده رو باید ضرب در ارتفاع کنید، یعنی V مساوی S H، V مساوی S H. این هم شد. برای حجم استوانه مساحت قاعده که همون دایره است باید در ارتفاع ضرب بشه، یعنی V مساویه مساحت دایره میشه پی آر دو در اچ باید ضرب بشه. خب مثلا دو آر سن اچ هم پی هم منظورش عدد پی مونسه مواز 14 هست. بله بله بله، این هم عدد پی. آره. این برای حجم استوانه. اینا فهمیدی؟ بله. برای مساحت جانبی باید مساحت جانبی منشور باید محیط قاعده رو تو ارتفاع ضرب کنید، که اینو چی بهش میگیم؟ S مساوی P H. P یعنی محیط قاعده، درسته؟ نقطه معنی ضرب میده، معنی ضرب میده. میتونی چیزی بذاری میتونی نذاری عزیزم. حالا برای مساحت جانبی استوانه باید محیط قاعده رو که دایره است در ارتفاع ضرب کنی. اینجا باید چیکار کنی؟ V مساویه، تو میدونی محیط دایره میشه قوت ضرب در عدد پی دیگه. قوت رو ما با دو آر نشون میدیم چون آر شوهای قوت میشه دو آر، دو آر پی. اما قشنگترش اینه که بگیم دو پی آر. پس این هم از اینجا اومده. پس برای مساحت جانبی استوانه میگیم دو پی آر، یه اچ هم که داریم باید توش ضرب کن. اینم برای این. و آخریش برای مساحت کل. برای مساحت کل منشور باید مساحت جانبی رو با دو برابر مساحت قاعده جمع کنی. یعنی چی؟ اس کل منشور که با عام نشونش میدن برابر با اس جانبی به اضافه دو تا اس قاعده، یعنی مساحت قاعده رو به دست میاری ضرب در دو میکنی با اس جانبی جمع میکنی. این مساحت کل منشور. خواهش میکنم عکسشو بگیر. اینا رو اگه بلد باشی هیچ سوالی نیست که از این فصل بیاد نتونی جواب بدی. بله من خیلی این مشکل داشتم ولی باز ازت تشکر میکنم. خواهش میکنم عزیز، خواهش میکنم. بازم اگه جایی متوجه نشدی بگو، ولی کل فرمولای این داستان همینه. یعنی اگه این هفته رو بلد باشی عملا تو این فصل هیچ مشکلی نداری.
بله خیلی ممنون. خب حل، کسی که سوال نداره؟ بله. خب حالا من یه سوال بنویسم شما حل کنید. باشه؟ ببینم بله. کی میتونه داوطلب بشه حل کنه. یه دونم سوال من بنویسم اینم چی میتونه حل کنه. بنویسید حاصل عبارت فوق را به صورت عدد تواندار به دست آورید. این رادیکال بچه این هم تمام چلون حاصل عبارت زیر به صورت عدد تواندار بنویسید. یه دقیقه روش فکر کنید، یکی دو دقیقه روش فکر کنید، خودتون حل کنید اول، بعد صداتون رو باز میکنید با هم حل کنید. چند دقیقه روش فکر کنید؟ حل کردی؟ خب آفرین به هر دو عزیز که حل کردی. حالا هر کدوم که زحمت بکشید، خانم بروسان زحمت بکشید، اون که زودتر گفتن. آره خانم مریم دست درد نکنه، خانم روجان حل کنن بعد شما. بله اگر من مثلا یه جا رو اشتباه حل کردم ببخشید، چون که من اشکالی نداره عزیز، ما امتحان که نیست، قراره با هم حل کنیم، اصلا خودم کمکت میکنم. از این اول تیکه تیکه نگاه کنیم. از این رادیکال اول ما میتونیم یه استفاده بکنیم. چیکار کنیم؟ رادیکالشو بپرونیم. بله استاد، میتونیم نمیتونیم بگیم یعنی مثلا 25 ضرب در 49 کنیم، خیلی بزرگ میشه. بعد اینجوری پایینی ها همه رو بخوایی ضرب کنید، دیگه سر جلسه امتحان وقتی نمونه. من میگم یه پیشنهاد، بیا رادیکال 25 و ضرب در رادیکال 49 کن. ما تو ضرب و تقسیم میتونیم رادیکال ها رو جدا کنیم، هیچ اشکالی نداره. بله. الان رادیکال 25 تنهایی میشه چی؟ 5. 49 چی؟ 49 هم میشه 7. آفرین. پس این میشه 5 ضرب در 7 که میشه 35. باز ضرب نکن، عجله نکن. محبت. چون باز امکان ساده شدن داره. تا میتونی بعد کن. بعد استاد میایم یعنی میتونیم بیایم سراغ صورت اون یکی.
که یه دونه رادیکال 16 میگیریم که میشه 4، یه دونه هم رادیکال 243 که استفاده کنم رادیکال 243 خورده میاره. یعنی حالا الان بهت میگم این چی میشه. رادیکال 16 که میشه 4، درسته؟ بله. این 4 هم فعلا اینجا باشه، ضرب داره. 243 میشه 3 به توان 5. 3 به توان 5. خب استاد فکر کنم چون که گفته بودید که بساط تواندار به دست بیاریم، بعد یه عدد تواندار مثلا داشته باشیم که بتونیم اونو اون حاصل رو به صورت تواندار به دست بیاریم. به خاطر همین عددی دادید که خورده بیاره که مجبور شیم توان بنویسیم. باریکالله، آفرین. پس 3 به توان 5 و من میتونم بنویسم 3 به توان 4 ضرب داره 3 به توان 1. اشکالی داره؟ خب 3 به توان 4 اینجا ریشه 2ه. این 4 میخواد با این 2 ساده بشه، 3 به توان 2 بیاد بیرون، درسته؟ بله. رادیکال باشه این 3 به توان 1 زورش نمیرسه بیاد بیرون، اون زیر میمونه. بله. این هم شد 3 به توان 2 ضرب داره رادیکال 3، درسته؟ بله. پس 3 به توان 2 میشه 9 ضرب داره رادیکال 3. بله. قبوله تا اینجا؟ بله. بعد استاد میایم سراغ مخرج ها، درسته؟ بله. مخرج اونی که 25 ضرب در 49 میگیم رادیکال 81 میشه 9، رادیکال 64 هم میشه 8، یعنی میشه 8 ضرب در 9. بله. رادیکال 81 ضرب در رادیکال 64 میشه 9 ضرب در 8. بله. بعد استاد اون یکی رادیکال 225 میگیریم با رادیکال 49 که رادیکال 225 میشه 15، بعد رادیکال 49 هم میشه 7، یعنی میشه 9 ضرب در 8 ضرب در 15 ضرب در 7. باریکالله. پس یه ضرب در 15 همینجا، ضرب در 7 همینجا. حالا روژان جان به خاطر این بهت گفتم ضرب نکن، چون میرفت عدده بالا بعد پایین آوردنش دوباره سخت بود. یعنی تو سر جلسه امتحان اینا رو ضرب کنی، بعد دوباره تقسیم کنی بیاری پایین دیگه. حالا ببینیم بل. اون عدده خوشگلی که میتونن با هم سادشن چیه؟ استاد یکی 15، یعنی 5 و 15. یکی 5 با 15 ساده، یعنی ظرف میشه 5 به 5 یک مرتبه، 5 به 15 سه مرتبه. بعد یکی هم استاد این 9 خوشگل، 9 خوشگل با 9. بله. 9 هفتم هست استاد. هفتم با این، باریکالله. بعد استاد 4 و 8 که اینجا میشه 1، اینجا میشه اونم میشه 2. حالا ببینیم از صورت چی موند. از صورت اینا که همه شدن 1، یه رادیکال 3 موند، از مخرج چی موند؟ 2 ضرب در 3. رادیکال 3 صورت باشه، دو سه تا میشه چند تا؟ 6 تا. حالا شما گفتی آقا تواندار بنویس، اشکالی داره من روژان جان اینو به توان 1 برسونم؟ نه. هر عدد به توان 1 میشه خودش. باریکالله. پس اگه یه موقع رفتید دیدید عدد صحیح شد به توان 1 برسونید، میشه رادیکالیش. حله؟ بله استاد. فقط یه سؤال. آفرین خانم مریم که حل کرده، آفرین خانم آناییتام که تا نصف حل کرده بوده. جانم بگو عزیز. اونجایی که اومدیم گفتیم که رادیکال یه عددی نوشتیم، حالا دقیقا نمیاد، بعد بالا رادیکال 2 گذاشتید، گفتید ریشش میشه 2. آره این بعد رادیکال هایی استاد... که عدد ندارن همیشه بله. ریشه هاشون چنده؟ 2. بعد استاد معلم ها به اونا میگه فرجه. فرجه با ریشه هم هیچ فرق نمیکنه، درست میگه. بله. آره. من به خاطر همیگه زرگی گیت شدم فکرم فرق داره. ریشه با فرجه جفت شکیه. بله خیلی ممنونم. خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید. مریم جان ببخشید چون دیگه زمانمون تموم شده، انشالله جلسات بعد مینویسیم. شما همیشه پرچمت بالا. از خانم آناییتا، خانم روجان، خانم هلیه، خانم مریم متشکرم که امروز عالی بودید. برای تک تکتون آرزوی بهترین لحظات دارم. تا جلسه بعد روز و روزگار خوش. بچه‌ها این خسته نباشید. آفرین.